در روایات ما هست که حضرت زهرا سلام الله علیها باطن لیلت القدره. شب قدری در قرآن هست که در سوره قدر آمده که خداوند متعال اون شب قدر رو وقتی معرفی کرده فرموده لیلت القدر خیر من الف شهر، از هزار ماه بهتره. هزار ماه یعنی 80 خورده سال، حدود یک عمر. لیلت القدری که در قرآن هست محل نزول ملائکه است. تنزل الملائکه تو فیها و روح فیها تنزل الملائکه تو و روح فیها به اذن ربهم من کل امر. خب امام صادق علیه السلام فرمود اللیله یا فاطمه، این لیلت القدر مادر مو حضرت زهرا سلام الله علیها است. حضرت زهرا هم لیلت القدر پیغمبره، هم لیلت القدر امت پیغمبره. این نکته معارفی بسیار بلندی داره. حضرت زهرا لیلت القدر پیغمبری یعنی چی؟ لیلت القدر امت پیغمبری یعنی چی؟ چون وقتی لیلت القدر شد برای همه لیلت القدره، هم برای پیغمبر هم برای امت پیغمبر. این که حضرت زهرا لیلت القدر پیغمبر هست این به این دلیله، پیغمبر اکرم خواب دید در یه رویای صادقه که تو تفاسیر روایی، تفسیر برهان رو ببینید، تفسیر نورالثقلین رو ببینید، تو این تفاسیر داره که پیغمبر در یک خواب و رویای صادقه دید که بعد از خودش، بعد از رحلتش، کسانی رو منبرش از بنی تیم و بنی عدی و بنی امیه رو منبرش میرن بالا و مردم رو به سمت قهقرا برمیگردونن، به عقب، به سمت جاهلیت، به سمت بت پرستی. پیغمبری که یک عمر اومده خون دل خورده مردم رو به سمت خدا دعوت کرده، حالا یه عده میان دو مرتبه مردم رو به سمت بت میبرن. البته همیشه بت ها سنگی و چوبی نیست. خیلی پیغمبر نگران شد که چه اتفاقی بعد از خودش میخواد رخ بده و حاصل همه زحماتش رو از بین ببره. جبرئیل نازل شد، پیغمبر سوال کرد که این خواب چیه. جبرئیل ارجع الی السما، به سمت بالا، به سمت آسمان رفت و بعد سوره قدر رو برای پیغمبر آورد. شأن نزول سوره قدر اینجاست. سوره قدر رو برای پیغمبر آورد. انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر، لیلة القدر خیر من الف شهر. رسول ما نگران نباش، اگر نگران هستی که بعد از خودت کسانی رو منبرت میرن بالا از بنی امیه که تا هزار ماه ظلمت پراکنی میکنن، حکومت بنی امیه تقریبا تا هزار ماه طول کشید، تا هزار ماه ظلمت پراکنی میکنن، ما یه لیلت القدری بهت میدیم که خیر من الف شهر، از اون هزار ماه ظلمت پراکنی این بهتره. یعنی کاری میکنه جلو اون ظلمت ها رو بگیره. اون در انحرافی رو که شیاطین میخوان باز کنن همه رو ببرن جهنم، زهرا میاد میبنده. اول صحبت عرض کردم به فاطمه، فاطمه میگن، میاد قطع میکنه اون دربی که او میخواست همه رو به سمت شیطان ببره، میاد جلوشو میگیره، اونو میبره، اون کار رو قطعش میکنه. در روایت امام صادق علیه السلام فرمود فاطمه رو که فاطمه میگن لأنها فتمت طمعهم، چون طمع دشمنان دین رو قطع میکنه، چون اونا طمع داشتن.